به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از فیسبوک حامیان ستر جنرال عطا محمد نور، بیشتر از 60% کل جمعیت افغانستان را جوانان آن می سازند. ولی چرا این قشر جوان نسبت به یک یا چند تن از هم نسلان خودشان حسادت می ورزند؟ پاسخ ساده است. شمار از جوانان را می شناسم که به اصطلاح عام سیر را دیده و گرسنه را داده نمی توانند، سخن گزاف می گویند. اما در منتهی عمل چیزی برای اثبات در بساط ندارند. مصداق این گفته معروف هم پرپره و مضمون نویس های شمار از کاربران شبکه های اجتماعی در مخالفت با حضور خالد نور، جوانترین عضو هیئت گفتگو کننده افغانستان در برابر گروه طالبان است. البته کسانی که بر طبل مخالفت با حضور خالد نور در ترکیب هیئت مذاکره کننده کشور میکوبند، شاید نیم نگاهی هم به آقایان باتور دوستم و متین بیگ داشته باشند. به هر حال خالد نور اتفاقاً برخلاف سایر اعضای محترم هیئت مذاکره کننده افغانستان از دانش مسلکی و فن مذاکره برخوردار است. پس چه خوب خواهد بود تا به جای مخالفت های بیمقدار، دیدگاه ها و خواست های خود را با جوانان حاضر در هیئت مذاکره کننده کشور ما در برابر طالبان شریک بسازیم و حتی از آنان گزارش پس بگیریم. البته اگر واقعاً چیزی به گفتن داریم و عقدمندانه و تنگ نظرانه بحث نمی کنیم. و همچنان به نقل از فیسبوک جوانان جنبش ملی اسلامی افغانستان، طرح سوالات و مغرضانه از سوی دو کهنه پیخ جنگجو و خشونت طلب در موقف خبرنگاران. هرچند حاجی باتور دوستم و حاجی خالد نور دو جوان مشترک در این گفتمان را در مقابل خودشان کم تجربه خوانده بودم، ولی حضوراً از هر دویشان خواستم تا در این محرکه از آدرس اسم و نسب نه بلکه به عنوان دو جوان جسور و دانشمند قوی بدرخشند. امیدوارم به یک چنین متعصبینی که در هر قالب جا بزنن اینقدر فرصت ندهند تا مثل سنگر جنگ گرم بتازند. به نقل از طلوع نیوز، عبدالله عبدالله و دیگر مقام های کشور از دوحه برگشتند. این هیئت بلندپایه از بهر شرکت در نشست آغاز مذاکرات میان افغانان به دوحه رفته بود. مقام های افغان به شمول عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و محمد حنیف اطمر نامزد وزیر امور خارجه یک شنبه شب 23 سنبله از قطر برگشتند. این هیئت بلندپایه از بهر شرکت در نشست آغاز مذاکرات میان افغانان به دوحه رفته بود. آقای عبدالله روز گذشته در یک نشست خبری در دوحه پایتخت قطر اعلام کرد که طالبان کم از کم آتش بس بشری را برای گفتگوهای صلح اعلام کنند. معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی نیز در این نشست خبری گفت که همزمان با ادامه جنگ ادامه گفتگوهای صلح منطقی نیست. از سوی دیگر گروه های تماس جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان شام یک شنبه در دوحه دیدار کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید که در این دیدار درباره اصول کاری و زمان نشست های رسمی هیئت های مذاکره کننده بحث شد. در همین حال خبرنگاران طلوع نیوز در دوحه می گویند که نشست میان گروه های تماس امروز هم برگزار خواهد شد و دیده شود که آیا امروز درباره تعیین اجندا به توافق خواهند رسید یا نه. ظاهرا روشن نشدن اجندای گفتگوهای اصلی سبب شده است تا این گفتگوها به تأخیر بیفتد. پیش از این قرار بود گفتگوهای صلح امروز دوشنبه آغاز شوند. از سوی دیگر گزارش ها می رسانند که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان امروز به پاکستان می رود. شام شنبه خلیلزاد در گفتگو با طلوع نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال شکست در مذاکرات میان افغانان وجود دارد میگوید که این برای امریکا پذیرفتنی نخواهد بود و برای بحران افغانستان باید یک راه حل پیدا شود.
خلیلزاد هشدار می‌دهد ایالات متحده اجازه نخواهد داد که منفعت‌های شخصی بر منفعت‌های ملی در افغانستان ترجیح داده شود. با گفته او، اگر منفعت‌های ملی افغانستان به منفعت‌های شخصی ترجیح داده شوند، یک راه حل پیدا خواهد شد. او در ادامه گفت که شمار از کسان در داخل افغانستان هستند که شرایط فعلی را با شرایط صلح با طالبان ترجیح می‌دهند و افزود که کسانی هم در منطقه هستند که می‌خواهند که امریکا را در این جنگ نگه دارند و رقابت‌های منطقه‌ای خود را در افغانستان ادامه دهند. به نقل از افق، نخستین نشست کمیته های تماس دولت و طالبان برگزار شد. سخنگوی طالبان اعلام کرد که نخستین نشست کمیته های تماس هیئت های مذاکراتی دولت و طالبان شب گذشته یک شنبه 23 سنبله برگزار شده است. نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در تویت نوشت که در این نشست در مورد اصول کاری و تقسیم اوقات نشست های آینده گفتگو و بحث شده است. این در حالی است که قرار است نخستین نشست رسمی تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان امروز در قطر برگزار شود. مراسم افتتاحیه این مذاکرات روز شنبه 22 سنبله برگزار شد. گفته می شود که در آغاز این مذاکرات در مورد آتش بس بحث خواهد شد. گفتنی است که همزمان با آغاز مذاکرات صلح حملات طالبان نیز افزایش یافته است. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید که همزمان با آغاز مذاکرات بین الافغانی در دوحه طالبان حملاتشان را در بیش از نیم از ولایات افزایش دادند. به نقل از افق، سالی طالبان یک گروه زشت و خشن است. امرالله سالی معاون نخست ریاست جمهوری طالبان را یک گروه زشت و خشن خوانده و گفته است که این گروه در کوره جامعه ذوب می شود. سوالی امروز دوشنبه 24 سنبله در یادداشت در صفحه فیسبوک خود نوشت که طالبان یک گروه کوچک، زشت و خشن است، اما جمهوریت یک اکثریت ارزش محور و انسانی. او در ادامه نوشت پس تشویش نکنید و منتظر ذوب شدن طالبان در کوره جامعه باشید. تاریخ گواهی پیروزی زشتی بر زیبایی نیست و نخواهد بود. سالی در ادامه گفته که شهرها از طالبان تنفر دارند و روستاها زیر سلطه آنها برای آزادی از چنگال این نیروی زشت و خشن لحظه شماری دارند. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.